راحت همه انسان ها در دام خرافات قرار می گیرن، در دام سخنان بیهوده قرار می گیرن. حتی عزیزان ما تو کلیسا می تونن. اگر من اینجا شخصیتی خرافاتی باشم، شخصیتی باشم که مذهبی فکر کنم، شما ناخودآگاه مذهبی میشید. حداقل نیمی از شما خرافاتی خواهید شد. پس ما روی همدیگه میتونیم تأثیر بذاریم و این تأثیر دوباره توی جامعه میره. از این رو هستش که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه در مشارکت باشن ایمانداران با هم در کلیسای بیدار، کلیسای زنده که مبادا به خواب برن.